با درود و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان رسانه پارسه، امروز در رابطه با یکی از مهمترین مسائل هنری که همون صداست صحبت میکنم، گویندگان و صداپیشگانی که در ایران به عنوان دوبلور معرفی میشند و بسیار مردم اونها رو دوست دارند و برنامه هایی که در رابطه با گویندگان و دوبلور هاست مشتاقانه میشنوند. امروز در همین رابطه 50 نفر، حدود 50 نفر از مردان و زنان گوینده رو با نمونه صداشون براتون پخش میکنیم و برای کسانی که صداهای ماندگار ایران رو دوست دارند میتوانند خاطره ساز باشه و تجدید خاطره کنند. گویندگی همواره هنر زیبا و پرکاربردی است که در جامعه ایران طرفداران بسیاری دارد. مردم ایران از دیرباز علاقه وافری به این حوزه داشتند. گویندگان از محبوب ترین هنرمندان جامعه محسوب میشند. این علاقه همچنان تا امروز باقی مانده و بر میزان آن افزوده میشود، زیرا دامنه حضور و کاربرد آن بسیار گسترده‌تر شده است. معمولاً شنیدن صدای زیبای گویندگان برای مخاطبان بسیار دلانگیز و جذاب است، زیرا لحن و صدای دوبلورها و گویندگان با خاطرات دوران کودکی و بزرگسالی اونها همراه میشه و کاراکترها و شخصیتهای خاطره انگیز رو به یادشون میاره. در این برنامه از شما دعوت میکنم به نمونه صدای دلانگیز گلچینی از گویندگان رو گوش دهید که صداشون یادآور خاطرات شیرین بسیاری است و لحن و کلامشون گوشتون رو نوازش خواهد داد. همچنین برای آشنایی مخاطبان سعی شده که از کسانی استفاده کنیم که در سریال ها و فیلم ها و حتی در نمایش های رادیویی و گویندگی در برنامه های متفاوت اسمی از اونها ببریم و صدای این پیشکسوتان دوبله رو به ذهن خاطر شما بیاریم. البته اگر بخواهیم از همه دوبلورها و صداپیشگان و صداهای ماندگار اسم ببریم، برنامه بسیار طولانی میشه و اگر هم قرار باشه همه رو صحبت کنیم، برنامه‌های متعددی میشه، اما این برنامه فقط به تعدادی از اونها پرداخته میشه و صداهاشون رو گوش میدید که بتوانیم حق مطلب رو ادا کنیم و کسی رو برتر از دیگری ندانیم، چون همه صداها ماندگار هست، هر صدایی برای خودش ارزشمند و قابل شنیدن و احترام است. و وینفیلد داره خطر میکنه که والتر کروکو از زندان آزاد کنه و این جاییه که من و تو باید وارد عمل بشیم. و مایکل دوبایز، همون شعبده بازی، 25 سال به خاطر یه دزدی بزرگ، همون دزدی الماس، ارزش تجاریش 5.5 میلیون دلاره که هرگز پیدا نشد. چیزی نمیرم اونجا، بلکه فقط میخوام برم از رد و بخ خواهش کنم از این جنگل بره، چون همه رو ترسونده و ناراحت کرده. آقای والفوی، من چیزی دارم که مال شماست. شما این دفترچه رو روزی که به کوچه دیاگون رفتیم توی پاتیل جنی ویزلی انداختیم. خب این نامه مال وقتیه که سرباز بود. مادوی عزیز، منو میگه، اسمم مادلنه، نه خواب دارم نه خوراک. حالا بازه میس میترسی، تو کار بدی نکردی. این تیرانداز جوان شما رو یاد کی میندازه؟ آره دیدمش، منم دوست دارم پیش شما باشم و به تغییر شکل ابرو نگاه کنم. یعنی آقا جان انگری آب بلی میکنم. واقعا فکر کن بیکرسی، خانواده ای که با هم پزنداز میکنن با هم پرداز میکنن. او یاد دلخور نشو پسرم،
اسپرانس جانم تولدتو به تبریک میگه. نوریانه یه نفهم دیگه کفر منه در کنه. این دفعه دیگه تصمیم گرفتم میخوام با این حسابتو برسم. انصاف داشته باش داروغه، نمیبینی چه ضعیف و لاغر شده؟ بیا بنشین آدم، باید کمی استراحت کنی. منکرم جمشید دور میز، میخوام خوب منو ببینید و صدای منو خوب بشنوید. عالیه. یک دو سه. چه قامتی، چقدر سرزنده و شاداب، به امیر نظام بیشتر میماند تا نقاش باشی. سلام عمو جان، من با خانم مظفر وعده. اصلا اینجوری حساب کنیم، من دارم با این عمل نسبت به جناب رئیس ادای دین میکنم، شما دیگه چرا؟ استاد قالیچه به خواست خدا تمام شد. عهد کرده بودم اگر زنده موندم و قالیچه تمام شد، با خاک پای شما تبرک بشه. من فقط واسه این زندگی میکنم که تو رو راضی کنم. طبق داده های ماینست، بر اساس پژوهش های ما یک ماده شیمیایی در پرینیا ایمارتالیس وجود داره که حیات سلولی رو به طرز چشمگیری افزایش میده. من دیرم شده، باید برم به کارم برسم. دیر برم من خوردم میافتم. گفتی ریچارد فرستادیش بره به جنگ های صلیبی. خونه شاگرد بودم اندرونی حضرت والا، بیرونم کردن، حالا دوری گردم تو تون فروشم. و بعد فکر کنم یادت باشه خودت این سر رسید پلیسی رو به من دادی، پر از اطلاعات مفیده. استاد کمال الملک، شما ایرانی هستید و ایرانی هر کجای گیتی باشه رعیت شاه ایرانه. پارسال رنگی شماره یک ماشین های نو سبز بود، سبز روشن، ولی نه سبز شکاری، سمبل قدرت، غرور، شرافت. چنسلور آدم بدی نیست آقیقان، اون خیلی به من محبت داره، از وقتی که اومدم اینجا هوا ما داشته. چرا اینو از من میخوای؟ استعداد به آدم داده میشه، درست مثل ثروتی که از بابای آدم بهش برسه، اما انسانیت باید کسب کرد، ارثی نیست. و متاسفم از اینکه نسل بدبخت ما باید بوتی مثل تو داشته باشه. انشاءالله که سال آینده این باغبان پیر خدمتگزار توفیق تقدیم نهال برومند دیگری داشته باشد. صدا تو ببار، نمیشه یه مدت ساکت بمونی؟ آخه ناراحتم. چی؟ وقتی ناراحتم زمزمه میکنم. نکن، تو هم امتحان کن. دلم نمیخواد امتحان کنم. موسیقی تخلیه ی عصبی قدرتمندیه، حتی به یه حیوان وحشی هم پس بارو برای خودت یه حیوان وحشی پیدا کن، ولی برای من زندگی نکن. عجب مرتکی که بی‌احساسی بشه. کافی اگه میخوای فحش بدی زیر لبی نده، تو صورت هم نگاه کن و بلند فحش بده. گرچه تنبل زمینی از این مجسه اکنون منقرض شده است، اما او هم مانند سریک خویشاوند نزدیکی در بخش جنوبی این سرزمین دارد. واقعی که آدم 5 میلیون تو جیبشه همه جا براش خوبه. الو ببخشید، من دیدی دودل هستم، آگهی شما رو خوندم، نوشتید به یک جوان باهوش و فعال و خوشتیپ نیازمندید، من درست همونیم که شما میخواید. انقدر دیگه ما رو حق والدین نکن از اون بالا، ما یه سر خاک و فاتحه باس بیام که خب اونم میایم. من آقامم، سلطانم، سلطان حسین قلی خان ناصری، حبسم کردم. اینها تصور خودم از شما بود، انطور که ام شما نقل کرد برای نپسر. همیشه به یاد یار و دیار بودم، حال من حال تشنه دیرباب رسیده است. من میترسم که یه وقتی به خودمون بیاییم که ببینیم اون حیولا همه شاگردای ما رو برده تالار اسرار. قراره همه شونو با یه حمله دستگیر کنیم، ولی تو باید چند روزی صبر کنی. فقط مشکل من و تو که نیست، خیلی‌ها در اون کشتار وحشیانه کسانشون از دست دادن. دلیل خواسته من از دوستم آقای ژاکوب برای ملاقات امروز همین بود. من احساسات شما رو درک میکنم. دایی جان ناپلئون که فرزند ارشد بود، پس از مرگ آقا هم امارت او رو به ارث برد، هم خلق و خوی او رو و هم لقب آقا. گردان، مگه به ما قول نداده بودی که داروهای جدیدتون از سرماخوردگی گرفته تا سرطان معالجه میکنه؟ میخوام قول بدی این کارا دیگه تکرار نمیشه. امروز شانس آوردیم که ما تونستیم اوضاع رو رو به راه کنیم. آروم باشین، من یه سیاستمدار نیستم، من مدیر برنامه انتخاباتی همه جور آدمایی بودم، از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا شهردار نیویورک. خدا را شکر هنوز عکسمون از سر تاخچه خانه خودمون بر نداشتن. با خودت نمیگی کاش شوهرم به اون ماموریت نمیرفت؟ بچه ها چه میکنن؟ پسرها باید مرد بار بیان. شما اصلا میدونین که اون چیه؟ اون یکی از عجیبترین و بهترین آدمسایی که در سراسر جهان وجود داره. اما حالا دیگه خیلی دیر شده، دیگه کاری برای انجام دادن یا حرفی برای گفتن وجود نداره.
آقای دوایز، مدرسه سر ساعت 3 بعد از ظهر تعطیل میشه. خب این لباسا و حوله‌ها ضدعفونی شده، میتونن استفاده کنن. میذارمشون تو کشو. یادتون میمونه به دکتر بگین کجاست؟ پدر تو با فرماندهی من با قدرتم با کل خود رسمی فرماندهی مخالفت داری؟ بیشتر از اونی که میتونید کار خیر انجام میدید. یک کاپ بهشون دادم آقا، از جنس نقره ایتالیایی که به قیمت 100 شیلینگ در لسه خرید. مظنون اصلی شما مطمئنن ابو خلیل و دارو دستش هستن. محل تقریبی اونا رو هم که میدونین کجاست. از طرف ساکن اتاق شماره 113 پادشاه بی تاج و تخت سلطان نشین گرند هتل. خوش آمدی رافائل، غیبت طولانی شد. تو یه بار گفتی که به من بیش از همه علاقمندی. راستش ناراحتم که اون حرفا رو راجع به اون گروه سینمای حرفه‌ای زدم. اونا در واقع خیلی با ارزشن. دیگه باهاشون مخالفت نمی‌کنم. شما 235 دلار بدهکارید. این مبلغ در ازای بذر و آذوقه و قله و چیزهای دیگه بود. استاد، این چه سماجتیه که اهل هنر دارن در نبوسیدن دست قدرت؟ موسی بن نصیر استراتژیست و فرمانده مسلمانان دستور داد تا در کنار خرابه های کارتاژ بندری برای ساختن کشتی و قایق های جنگی تأسیس کردند. این چیزا رو که میگم تکرار کن. آقای اشنایدر، این یه تمرین برای ت و ه. شما اشتباه میکنید. امروز صبح زود مراجعت کردم و برای استراحت مستقیما تشریف بردم به اتاق خودش، به روح والده مرحومم حاجی خانوم. خب گاسپایک، این چه زندگیه که انتخاب کردی؟ خودت میدونی تو همیشه باهوش و جاه طلب بودی. نتیجه تحقیقات شخصی تا این ساعت نشان میدهد که متهم اصلی در این میان نقاش باشی است. فلیشا، چی داری بهمون بگی؟ کاری کردی که نباید میکردی؟ فلیشا، اصلا خودتو ناراحت نکنی، مسائل برای همه پیش میاد. اگه بخوای برات قسمم میخورم، فقط نمیتونم بفهمم که این سارقه چطور به این خوبی میتونه هدای ما رو در بیاره. با این حال هر کی میخواین بگین، حرفای رادبارو من باور نمیکنم. فهمیدم، همون بچه‌ای که بار اول پرواز میکنن. من برای اونا یه هواپیما آماده کردم. اصلا نگران نباشین، وقتی یکی دو بار در اطراف فرود با پرواز کردن، دیگه از پرواز با هواپیما نمیترن. من سیاسی شدم، قرار نیست که تجارت بکشم. دلم خواهش میکنم دیگه این کارو نکن. بی خود مرا خوشحال نکن. من از این احساس که زندگی چیز خوبیه متنفرم. خودتو وارد زندگی نکن. فرضی داره زندگی من نرده کشیدم. برو. بینندگان و شنوندگان محترم، امیدوارم از این برنامه راضی بوده باشید و تعدادی از دوبلورها و صداپیشگان و گویندگان رو خدمتتون گفتیم. اگر نظر و یا پیشنهادی در این باره دارید و یا اگر برنامه ای متفاوت تر در همین رابطه بخواهید، اون رو در کامنت ها بنویسید و اگر در حد مقدور ما باشه اون رو براتون تولید کنیم و پخش کنیم. به هر حال این گویندگان، این صداهای ماندگار جزو ارزش‌های هنری فرهنگی کشورمون هست. بسیاری از اونها فوت کردند، از دنیا رفتند و متاسفانه جاشون خالی است و شاید تا سالهای سال نتوانیم جای اونها رو پر کنیم، خصوصا در رژیم جمهوری اسلامی که باندبازی است و آزادی عمل در این رشته ها وجود نداره. بر اساس تفکر، بر اساس اندیشه، بر اساس خودی و ناخودی افراد رو اجازه میدن تا در این عرصه و عرصه های دیگر هنری فعالیت کنند. از این جهت دست باز نیست که همه بتوانند بیایند مثل گذشته و استعدادهای ناوی کشف بشه و در بخش صدا و گویندگی و هنرپیشگی افراد سالم و صالحی به این رشته وارد بشند. به هر حال اگر شما نظر و پیشنهادی دارید لطفاً در کامنت ها بنویسید. بدرود.